نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم خوبیای طراحی سایت. از خوبیای طراحی سایت نگم براتون، یعنی واقعا یه کاریه که من به شخص راضیم ازش، حالا بهتون میگم چرا. تو جلسه قبلی گفتم معمولا تو کارهای مخصوصا سنتی شما پیش 90% مشاغل که میری باشون صحبت میکنی که من این کاره بشم یا نه، میگه ببین خیلی این کار اوضاعش خرابه، به هیچ عنوان وارد این کار نشو، همه اینو میگن. ولی کارهای نسل جدید، یعنی طراحی سایت، برنامه نویسی، هوش مصنوعی، کارهای کامپیوتری، معمولا این دسته کارا خوشبختانه شما پیش هر کی میری میگی این کارو انجام بدم یا نه، حداقل بهت نمیگه نه. یعنی اگه بهت نگه آره انجام بده، نه هم بهت نمیگه. هر چی فکر میکنه دلیلی نمیتونه بیاره به اینکه شما رو منصرف بکنه از این کار. مکانیکه، راننده کامیونه، معلمه، همه اینا یه سری، با احترام البته به این مشاغل، واقعا مشاغل خیلی خوبی هم و هر کدوم از اینا اگه نبودن جامعه ما یه بخشش واقعا میلنگید، خب؟ ولی همه این عزیزان وقتی شما میری پیششون یه دلیل میتونن بیارن که این کار خوب نیست و تو نباید انجامش بدی. اونایی که کار طراحی سایت میکنن معمولا از این کار ناراضی نیستن. حالا دستای دیگه هم تو بحث کامپیوتر و شغلای نسل جدید هست که معمولا همه راضین. معمولا همه راضین و وقتی باشون صحبت میکنی میگن اوکی، به نظرم انجامش بده، استارتش بزن. و آره دقیقا کار طراحی سایت یکی از اون شغلاست. به شخصه هر چی که دارم و ندارم از شغل طراحی سایت دارم، هر چی که دارم و ندارم. وقتی میگم شغل طراحی سایت، فقط پروژه طراحی سایت و سفارش طراحی سایت گرفتن نیستا. حالا تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم روشهای کسب درآمد از طراحی سایت، یعنی شما اگه تبدیل بشی به طراح سایت به چه روشهایی میتونی کسب درآمد بکنی. خب وقتی صحبت از این میشه، عملا خب نکته کسبش اینه که شما میتونی به روشهای مختلف کسب درآمد بکنی، پس خیلی خیلی راحت تر میتونی به اون خواسته هایی که داری برسی. مثال میزنم، من خودم حالا زندگی نامه ما احتمالاً تو اینستاگرام دیدین، یه ویدیوی هم هستش که حالا خیلی زود همین چند روز آینده میذارم که در مورد تو یوتیوب که در مورد کلاً مسیر زندگی خودم هستش، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. ولی موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که کلاً ببین، از شاید 16-17 سالگی دیگه که کار طراحی سایت رو شروع کردم، الان تقریبا شدم کمتر 13-14 سالگی آسته آسته شروع کردم، الان فکر کنم یه چیز حدود 14-15 ساله آره که دارم کار طراحی سایت انجام میدم و کلاً تو این حوزه‌ام. خب هر چقدر سعی کردم، بالاخره پیش میاد دیگه، ما آدما میریم مثلا سراغ یه حوزه کاری دیگه، یه استارت توی کار دیگه میزنیم، میگیم یه نخونکی هم به این کاره بزنم، مثلا برم یه تریدی بکنم، برم یکم سهام بخرم، برم یه سایت مثلا فلان راه بندازم یا هر چیزی. خب کارهای مختلف انجام دادم، بیزنس های دیگه هم دارم، دوستانی که با منو میشناسن میدونن که بیزنس های دیگه هم دارم که الان فعالم، ولی واقعا هیچ کدومش به راحتی طراحی سایت و بازدهی طراحی سایت نیست. هیچ کدومشون بازدهی سایت میهن وردپرس رو برای من ندارن. چرا؟ چون ببین عملا دارم برای خودم رقیب میسازم دیگه، ولی چون اصولی روش کار کردم، زمان گذاشتم روش، در نتیجه داره بهم درآمد خوبی میده. خب وقتی داره درآمد خوبی بهم میده، چرا برم سراغ یه کار دیگه؟ شده میگم بارها رفتم سراغ یه کار دیگه، چند ماه بعد دیدم نه، واقعا درآمد طراحی سایت خیلی بیشتره و پول تمیزی داره، خیلی فرق میکنه. ببین یه جایی شما درآمدت زیاده، دردسر زیادی هم داری، یه جایی نه درآمدت کمه، شاید کمتر باشه نسبت اون درآمد زیاده، ولی دردسرت هم خیلی کمتره، ذهنت خیلی آرومتره، پس با ذهن آروم میتونی بیشتر رشد بکنی، میتونی درآمدت رو بیشتر بکنی. این به نظرم خوبیه کار طراحی سایت، یعنی شما کسی رو نمیبینی که توش ناراضی باشه، خیلی راحت کار، منظورم از راحتی اینه که از نظر ذهنی خیلی آرومی و یه کاری رو انجام میدی، در ازاش هزینه دریافت میکنی. حالا اگه میخوای زمانت رو نفروشی، چون این بحث خیلی هست، میگن تو طراحی سایت داری زمانت رو میفروشی و این یکی از بدیهای طراحی سایت، نه واقعا زمانت رو شما نمیفروشی. حالا تو ویدیوهای بعدی روشای بهت میگم که میتونه بهت کمک بکنه که زمان خودت رو نفروشی، یعنی میتونی به سری روشا درآمد بیشتری داشته باشی با صرف وقت کمتری، که تو ویدیوهای بعدی کامل در موردش صحبت میکنم. آره طراحی سایت کلن کار خوبیه و از خوبیاش اگه بخوام بگم واقعا خیلی زیاده، یعنی باید چند ساعت بشینم در موردش صحبت کنم،
شما محدودیتی تو درآمدت نداری، درآمد دلاری میتونی داشته باشی، نه به روشی که این عزیزان تو اینستاگرام بهت میگن، به یه سری روش های دیگه است که حالا مشکلاتی داره، توی یه ویدیو در موردش صحبت کردم، ویدیو رو میذارم تو همین دوره. و خیلی خیلی مسائل دیگه هستش، شما از نظر ذهنی خودت داری خلاقیت خودت رو استفاده میکنی، پس خودت از خودت یه رضایتی داری، آخر روز که میشه بالاخره یه کار مفیدی انجام دادی، یه محصول جدید، یه سایت جدید ارائه کردی به این دنیا، و این خیلی میتونه از نظر ذهنی قانع کنه ذهنت. و میدونی شما آخر روز که میشه یه سایت شیک طراحی کردی اگه حرفه‌ای کار بکنی، و به یه نفر کمک کردی که بیزنسش رو بیشتر رشد بده. یا خودت اگه بیزنسی داری برای بیزنس خودت سایت طراحی میکنی، خب طبیعتاً بیزنس خودت رو رشد دادی. پس آخر روز که میشه از نظر ذهنی خیالت حداقل راحته، با خیال راحت سرتو میذاری رو بالش که من امروز یه کار مفیدی انجام دادم. همه اینا بستگی داره به اینکه حرفه‌ای کار بکنی. حالا چجوری حرفه‌ای کار بکنی؟ باز تو جلسات بعدی در موردش صحبت میکنم.